فیلم همسفر با نقش‌آفرینی بهروز وثوقی و گوگوش یکی از محبوب ترین فیلم های سینمای ایرانه که در سال 1354 ساخته شده. داستان راجب دختری به اسم عاطفه است که بعد از به هم خوردن ازدواجش از خونه پدری فرار میکنه. علی مأمور میشه تا در ازای دریافت پول اونو به تهران برگردونه، اما علاقه ای که علی و عاطفه در طول سفر به هم پیدا میکنن داستان زندگی این دو نفر رو برای همیشه تغییر میده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. میخوای آخر عمری بیفتی گوشه زندون؟ بله، خون را با خون میشورم، خون ریختن خون میریزم، خون کردن خون میکنم. مرگ تو تکه تکش. یکمی شربت قند بیاری. دیدی اون کار زنی چطور میآوره جونم؟ حالا چطور میانه مردم سر بلند کنم؟ غلام شیخ خان کلاهتو بالاتر بگذار، بالاتر بگذار، بالاتر بگذار، بالاتر بگذار. چی شده به من بگو؟ چی شده؟ چی نگو؟ برو بالا، زلیل مرده. تو برو، تو برو. ده چرا با این ساکی؟ چی شده؟ برو پایین ببینم. خدا محکم بده. تو بد چطوره؟ حد زده منو منزش میشه. بله چطوره؟ بچر بچر تو حالت چطوره؟ من حالم خوبه، من حالم خوبه. اون یکی هم حالش خوب بود، بعد گنده شر آمد دکتر. بله قربان. برو تو، برو تو، معاینش کن. بفرمایید. برو معاینش کن. برای من دکتر قلبم قربان. چه همون چیز هاست که قلب را خراب میکند. برو تو، از صحت و سقمش برای طلب بده. برو جلو. آقا جون آب خونش بخوریم جگرتون حال بیاد. بله. بیا. سلام. مامان آقا بخدا. چرخ ببینو. بچرخ. تو هم مشکوک. قصاص فیلمی با بازی پوری بنایی، گوگوش و ناصر ملک مطیعی داستان دوستی مظفر و قاسمه که به خاطر دختر یه تارزن به نام توبا به هم میخوره. مظفر که قبل از این توی یه رقابت عشقی دیگه با قاسم به خاطر لعیا همسر امروز قاسم منصرف شده بود، تصمیم به ازدواج با توبا میگیره، اما حوادثی در پی این اتفاق رخ میده. بخشای از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. شبای دیگه چی؟ بابا با تو هم دارم باید حرف میزنم. تو با این کب مرده رو بلش کن، بلش کن، گمشو. شکستی، روحم شکستی، مونسم ازم گرفتی. خدای خدایی تو شکی. واسه تارت داری گریه میکنی؟ مگه دخترت برات مهم نیست؟ تو داری منو به لجن میکشی؟ پیر مردت کو، مهر و محبت پدریت کو. یه خورده فکر کن این آخر عمری تو چی شدی؟ چی شدی؟ اونم واسه دخترت.
فیلم ستیز با بازی منوچهر وثوق و حاله محصول سال 1355. امیر و مریم قرار ازدواج میذارن، اما اتومبیل مریم به دره سقوط میکنه و روزنامه ها خبر کشته شدن اونو منتشر میکنن. زری دخترموی مریم که به امیر علاقه داره، نامه هایی که مریم به امیر مینویسه رو از امیر پنهون میکنه تا خودش رو به امیر نزدیک کنه. مریم بر میگرده و متوجه میشه که امیر و زری به هم علاقه مند شدن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. کور میمونه؟ نه عزیزم، نه، مطمئن باش که جوری من این پولو فراهم میکنم. نه، شماها واسه دلخوشی من میگین، شماها نمیتونین این پولو فراهم بکنین. من میتونم واسه همیشه کور میمونم. نه عزیزم، نه دلم، نه قربونت برم. اگر شده زمین و زمون رو به هم بدوزم این پولو فراهم میکنم، میبرمت خارج، چشمات معالجه میکنم، بهت قول میدم. شماها دروغ میگین، دروغ میگین. گریه نکن، گریه نکن. برای چی اومدی اینجا؟ ما که دیگه با هم کاری نداریم. اومدم شما رو ببینم پدر. به من نگو پدر، من دیگه پدرتون نیستم. شنیدم که چشمای بچه‌شون کور شده. با اسبانیش کی بود؟ تو ناجنس پس فطرت. به من چه مربوطه؟ پس به کی مربوطه؟ بدجنسی و خیانت تو باعث شد که اون طفل معصوم تصادف کنه و کور بشه. در هر حال پدر، من حاضرم پول معالجه یا چشم بچه‌شونو بهشون بدم. میخوای کفاره گناهاتو پس بدی؟ ولی بدون اگه امیر بمیره همچین پولی رو از تو قبول نمی کنه. چرا پدر؟ اگه شما بهش بگین حتما قبول میکنه، چون پسرشو خیلی دوست داره و تا حالا به هر دری زده نتونسته همچین پولی رو فراهم کنه. پدر، من انقدرام که شما فکر میکنین بد نیستم. از این اتفاق واقعا متاسفم و حاضرم به اونا کمک کنم. امیدوارم هر طور شده اونا رو راضی کنی که بیان این پولو بهشون بدم. خدا حافظ پدر. دردی که سند بدم وقتی چشمای پسرم خوب شد واسط کار کنم تا هر وقت که قرضم تموم بشه، چون نمیخوام منتی رو سرم باشه. چرا سند بدی که مغروز بشی؟ من فکر بهتری دارم. جمیله از ترس ازدواج با مردی از ایل فرار میکنه. والی که مأمور برگردوندن جمیله به پدرشه، در حین انجام کار به دختر علاقه مند میشه. والی اونو از پدر خواستگاری میکنه و بعد از مخالفت پدر دختر رو میدوزه و به ایلش پناه میبره. بخشایی از فیلم همراهان رو با هم تماشا میکنیم. چرا دختر؟ چرا خودتو به این روز انداختی؟ چرا آبروی منو بردی؟ تو پیش من چی کم داشتی؟ از وقتی مادرت مرده خودم شب و روز مواظبت بودم. کاری رو که هیچ پدری در حق دخترش نمی کنه کردم. تمام امیدمو به تو بستم، تمام زندگیمو به پای تو ریختم. حالا جواب زحمتهای منو اینطوری میدی؟ من ازت نخواستم زندگیتو به پای من بریزی. جای اون فقط کافی بود به حرفم گوش میکردی. تو میخواستی من بقیه زندگیمو با مرد سر کنم که ازش متنفرم. اون مرد چشه؟ من باید باهاش زندگی کنم پدر، پس من باید بگم خوبه یا بدی. برای همین هیچ وقت نباید از شما پرسید که چی میخواین، چون عقلتون به هیچ جا نمیرسه. اون مرد بهترین شوهر برای توه. این آخرین حرف منه و پاش وای میستم، حتی اگر قرار باشه با قول و زنجیر بفرستم تو اتاقه. آخه پدر، هر زنجیری یه روز میپوسی، هر قفلی یه روز میشکنی. من اگه امروز گیر افتادم، اگه امروز نتونستم فرار کنم، یه روز دیگه این کارو میکنم. وقتی داشتن منو میآوردن میخواستم تو راه خودمو بکشم و از این زندگی راحت بشم. میدونی چرا این کارو نکردم؟ واسه خاطر تو. گفتم تو عذاب میکشی، خیال کردم دوستم داری و از مرگم قصه میخوری. امروز دیگه زن اونقدر احترام پیدا کرده که حداقل شریک زندگیشو خودش انتخاب کنه. زیاد ناراحتم کنی خودمو میکشم. ولی اگه منو زنده میخوای، باید بدونی که من بشیر رو دوست ندارم. من نمیتونم خودم تو خونه یه مردی و دلم تو خونه یه مرد دیگه باشه. تو اگه منو با لباس عروسی تو خونه بشیر بفرستی، باید با کفن منو از اون خونه در بیاری. Ha ha ha!
رضا به خواهر دوستش مینو علاقه داره، اما پدر مینو پسر دیگه‌ای رو برای دخترش در نظر گرفته. مینو بعد از اعتراض جوان دیگه‌ای به اسم هوشنگ رو به عنوان نامزدش معرفی میکنه. هوشنگ به رضا کمک میکنه که بر علاقه خودش پافشاری کنه تا پدر مینو رو راضی کنه. بخشی از فیلم محصل رو با هم تماشا میکنیم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. نینی جان. بله خانم بابا. محمد یادته؟ محمد. محمد که چند سال آمریکاست؟ محمد که چند سال آمریکاست؟ آره. من اونو دیدم ایش. آره همینجا. کجا؟ قیافش یادم نمیاد. مامی دیگه. مامی پسر اکبر خان. مامی پسر اکبر خان. دایی مامان زینه؟ آره. به نظر تو چطوره؟ ماتم برد، داشتم دق میکردم، من فقط نگاش کردم. رضا تو نذار یه کاری بکن. من دوست دارم رضا. آخه واسه چی شده؟ من خواهم بابا چش شده؟ نمیدونم.